به نام یاد خدا دوستکای ناز السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا کنه صحت باشین و مثل همیشه در سایتان ترقیب کنین و تشکلی میکنم از کسایی که نشتای اکای خدا میکنن و املای درس دری خدا کار میکنن خب دوستکای ناز منظور از که ما شما دری میخوانیم همیه است که خواندن نشتن خوب بلد شیم و بتانیم بیدون کتاب مکتب خود بعضی کتاب های دیگر رو بخوانیم شما از امیال میتانیم که کتاب های بسیار که به درستان ربط داشته باشه بدون از او کتابک های شیرین دیگر را بخوانین اگر نمیتونین از یک نفر در خانه کمک بگیرین تا که بخوانه و شما بلد شوین چون مطالعه کردن بسیار یک کار خوب است خب دوستکای ما از تصاویر ببینین بی و با ما بگوین که امروز درس ما و شما چی خواد باشه این چی است منار جام است که در کشور عزیز ما قرار داره و قسم که شما را تخت ما اینجا یک دانه چی رسم کردیم یک تا نقشه بسیار مقبول رسم کردیم پس درس امروز ما شما حتما درباره چی است؟ کشور ماست یعنی وطن وطن و دوست داشتن و وطن بسیار مهم است خاطر از اینکه ما شما در اونجا زندگی میکنیم بزرگ میشیم بر ما زمین کار مساید میشه درس خواندن مساعد میشه و آزاد میباشیم از این خاطر اکثر گذشتگان ما و قهرمانای ما به خاطر از اینکه ما را از چنگ دیگر کشوران نجات بده کار کردن و جهاد کردن جنگیدن تا که کشور ما امروز آزاد است دوست کائنات از این خاطر ما شما هم درس امروز در باره وطن میخوانیم از این خاطر میخوانیم تا که بفهمیم وطن ما چقدر ما ارزش داره و میفهم که ما شما وطن خود کارگی ما بسیار زیاد دوست داریم ببینید بعضی از جاهای مشهور مهم کشور ما یکی هم دروازه هلمند است شما باید بشناسین که دروازه, دروازه ها و جاهای تاریخی اگر کس از شما پرسه کم تو باید بلدیت داشته باشین یکی از جاهای مهم دیگه که دروازه هلمند است که در کتابتان نیز این تصاویر آمده است خب صفحه سی و چار کتاب ببینین ای اکس ظاهر شده و کسایی که میشناسه کلش نامش بگیرن مثل مثل چی؟ مسجد شاده دو شمشیر که یکی از جاهای بسیار مهم است خب دوست قبل از اینکه ما شما درس رو خانیم بیاین که باز هم چی کنیم یک بازی انجام بدیم بازی ما قسمی است که ما شما کلمه ها را پهلوی هم قرار می دیم و ازش جمله می سازیم و یا حرف ها را با هم قرار می ازش چی می سازیم؟ کلمه مثلا ما شما در درس گذشته خوانده بودیم که کلمه ها را اگر قرار بدیم ازش چی ساخته میتونیم؟ حرف ساخته میتونیم می و اگر حرف ها هم قرار هم ازش جمله ساخته میتونیم خب ببینیم مثلا اگر من اینجا داله ریره و سینه پهلوی هم قرار بیدیم شما میخوانیم درس درس درست است اما اگر من و شما به جای دال من و به جای درس دال ری به جای ری خود درس ها نشان بدم براتان و در پهلوی از او و بانم می, می درس میخوانم خانم این ای جمله میشه یعنی ای کلمه هاست که پهلوی هم قرار می گیرن و ازش جمله ساخته میشه دال ری سین اما ببینید اینجا تمامش یک جای من در درس یعنی پیش از درس و بعد از درس من کلمه ها را قرار دادم ازش یک جمله ساختم در آخر از اگر من یک نقطه بانم کاملا جمله من پوره است درست از دوستای من درس میخوانم اما بالا شد ببینید دال ری و سین درس فقط یک کلمه ساخته شد اما من درس میخوانم جمله پوره است خب خب دوست از این ایرا که کار کردیم بدون از یک چیز مهمتر دیگه ای که ما شما باید یاد بگیریم چی است؟ جمع کردن همی کلمه هاست که کلمه ها رو چگونه ما جمع می کنیم مثلا ببینید ما شما امروز این کار می کنیم که چه جمع می کنیم کلمه ها را مثلا معلم استاد مکتب اینا را ما شما تنایشه یا یک تا که چقدر مشتبه میشه مثلا ببینید مکتب مکتب درست است؟ مکتب یعنی یک مکتب مکتب که من میرم تو میری و یا دیگه دوستان رو میرسه مکتب یک جست اما اگر ما شما جمع کنیم توسط چی جمع میکنیم؟ توسط ها مکتب مکتب ها درست است؟ مکتب مکتب ها توسط ها جمع میشه امروز ما کار میکنیم که توسط چی چی ما کلمه ها را جمع میکنیم مکتب مکتب ها اما اگر ما شما ببینیم خانه را اینجا قرار بتم برتون خانه درست است خانه این شد خانه یک تا یعنی خانه من خانه تو خانه دیگه دوست ما خانه اما اگر تمام سینفی ها با هم یک جا گپ بزنیم خانه ها بعد از مکتب ما به خانه های خود میریم. هاست اما اگر ما از خود گپ بزنم بعد از مکتب من به خانه می رون. درست است؟ خانه یک تا. اما در زبان دری ما شما یک قسم دیگه هم جمع کرده می تانیم. مثلا چه قسم؟ مثلا بزرگ. ببینید دوستکای از بزرگ. من ولتان اینجا نصب میکنم. درست است؟ بزرگ ببینید. میمانم بزرگ. بزرگ یک تا مثلا پدرم بزرگ است پدر کلانم بزرگ خانواده ما است مادر کلانم بزرگ خانواده ما است درست است اما اگر ما بخوایم پدر کلان و مادر کلان خود را چی کنم و شما بگویم که چه قسم توسط گان نشان میتونم الف نون اینجا ما ها کار کرده بودیم مکتب مکتب ها خانه خانه ها اما در دا زبان داری متوجه باشیم که توسط الف نون نیز ما میتونیم کلمه را جمع کنیم مکتب بزرگ بزرگان مثلا پدر کلانم بزرگ خانواده ماست مادر کلانم بزرگ خانواده ماست اما میخوام می این دو نفر یک جای به شما در یک جمله استعمال کنم میگم پدر کلان و مادر کلانم بزرگان خانواده ما است درست است پدر و مادرم بزرگان خانواده ما بزرگان درست است اقسم میتونیم که ما جمع کنیم و بدون از اون معلم معلم من معلم خود را دوست دارم درست است اما اگر من تمام معلم های خود بگویم میگم که من معلمان خود را دوست دارم من معلمان خود را دوست دارم من معلم خود را دوست دارم یعنی دستم فا اول دو سه ما شما کسیم یک معلم داریم که تمام مزامین دست میده اما زمان که شما صنف چار میشین بخیر صنف پنج میشین شش میشین بالاخره تا صنف دوازده میرین چی میشه؟ چندین معلم به شما می یعنی هر کدام یک یک مضمون به شما درس میده معلمان درست است من معلمان خود را دوست دارم من معلم خود را دوست دارم من معلمان خود را دوست دارم یعنی ای که ما شما امروز یاد گرفتیم که یکی متوسط ها میتونیم جمع کنیم کلمه را یکی توسط آن اینجا ببینید توسط نیم الف یک جای شده اما اینجا جدا جدا نشته کرده میتونیم شد الف نونه پس ما میتونیم که الف نونه باید جدا نشته نکنیم پس این چی است این یعنی نمی نون است که اینجا به شما آمده و ها را ببینید ها ها را برتان تانستین چون ها هی علف یک جای است نوشته شده میتونه اما شما میفهمین که علف یکی از حرفای است که به شکل پوره در زبان این نوشته میشه نیم نوشته نمیشه از این خاطر الف می... نمیتونیم که تنون یک جا کنیم درست است اما پیش از اون نوشته کنیم میتونیم سیس ببینیم مثل ها یعنی اگر ما نون امرای علف یک جای بسازیم میتونیم که نون او طرف قبل از قرار بدیم مثل نا. مثل انار ببینید کلمه انار که هست انار انار دوستا ناز اونمو از اون نامو علف ما شما نه که اینمی حرف علف هست که آمده کتنون شده اما علف بعد از این طرف کتنون نون یک جا نمیشه مثل من چرا اگر نوشته شود مردم یا ما شما خیال نون خواد لام خاد کرده میشه. مثلا ببینید این اگر من قسم نوشته کنم اگر ما ایره، یک قسم برتا نوشته کنم این شما چی میخوانین؟ لام نون میخوانین الف نون خوانده نمیشه پس ما شما اینجا یاد گرفتیم که بعد از الف حرف یک جای نوشته نمیشه بعد از الف حرف با الف ما یک جا پیوست نوشته کرده نمیتونیم باید چی کنیم؟ جدا بی نمیشه. مثل از اینا ببینین معلمان معلم میم هسته اما بعد از میم معلف یک جای نوشته کرده میتونیم و بعد از او بعد از الف نون تنایی میه اما اینجا ها را متوجه شوید ها چی است؟ هی دو چشمه علف. باز هی یعنی هی بازو می کی که طرف هم اون طرفش نه اگه این طرف بیاییم باز بازم هم خیلی لام ما خواد کردیم هی این طرف الف نشته شده اینجا هم هی طرف الف نشته شده اما وقتی که حرف از نون میزنیم چون معلمان است الف و نون است پس بعد از الف نون کاملا جدا نشته شده چی پس ما شما فهمیدیم که بعد از الف هر حرفی که بیا جدا از الف نشته میشه اما قبل از او که یک جا نشته میشه دوست که یک بار تکرار میکنیم درس امروز که ما یاد گرفتیم جمع کردن کلمه ها بود ما توسط ها و همچنان توسط الف و نون ما میتونیم جمع کنیم کلمه ها را بزرگ بزرگان پس چی است اینجا؟ در این قسمت ما الف و نون یک کردیم که تازیا و در اینجا معلم معلمان علف و نون است که یک جای کردیم و بعد از گاف علف که نشته می کنیم نون باید از او جدا نشته شود چرا که بعد از علف، هیچ حرف با علف یک جا پیوست نشته نمیشه اما قبل از اون ما می تانیم یک جای کنیم مثل ها ها ببینید ها هیدو چشمه است که امروش الف یک جا شده یعنی قبل از اون یا پیش از ه الف ه نوشته میشه اما بعد از الف نون و یا هیچ حرف دیگه یک جا نوشته نمیشه خب دوستا کایناس یام شد بزرگ و بزرگان معلم معلمان بدون از این ما در جمله میده استعمال کردیم که اگر یک نفره برش صحبت کنیم ما از بزرگ اما اگر چندین نفره صحبت کنیم دوبارهش گپ بزنیم از الف و نون که یک جا شده بزرگان استفاده میکنیم مثل بزرگ پدر من بزرگ خانواده ایم است ولی اگر ما پدر و مادر خدا بگویم پدر و مادر من بزرگان خانواده ای ما است اما تو پدر کلان اما خاله هر کس را که میگین معلم معلمان من معلم خود را دوست دارم یک معلم اما اگر معلمان را بگوییم، من معلمان خود را دوست دارم خب و بدون از او مکتب مکتب ها مکتب من به مکتب میروم درست است من دوباره دواری صحبت کردم اگر خواهر برادر پسر کاکا دختر کاکا اینا را کل صحبت کنیم و در مکتب های جدا جدا باشیم میگیم که ما ساعت ما ساعت هفت و مکتب های خود میرویم هر کدام جدا جدا درست است و بعد از اون خانه خانه ها بعد از مکتب من به خانه میروم. بعد از مکتب ما به خانه های خود میرویم درست است؟ یعنی در هر جای دیگه که خانه های هر کدام ما شما جدا ازی خاطر خانه ها میشه درست دوستان پس امروز ما شما چی که یاد گرفتیم الف و نون بود که در جمع کردن اسم ها و هید و چشمه و الف بود که ها در جمع کردن اسم ها و کلمه ها به کار می رفت دوست کاین از شما می که در کتابچه هایتان پنج دانه کلمه که توسط ها و الف ها و الف هید و چشمه و علف ها جمع شوه نوشته کنین و پنج دانه کلیمه هم بر الف نور که جمع شوه نوشته کنین تا درس بعدی شما را به خداوند یک تا مسپرم خداافظتان